تجمع خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در مقابل سازمان قضایی نیروهای مسلح که علاوه بر دادخواهی درخواست دیگری هم داشتند. احضار و تعقیب فرماندهی نیروی هوافضای سپاه امیرعلی حاجی زاده. جلسه هفته گذشته دادسرای نظامی تهران با حضور بازپرس پرونده صادق عربزاده و معاون دادستان و همین خانواده ها این چنین به تشنج کشیده شد. به گفته حامد اسماعیلیون همسر پریسا اقبالیان و پدر ریرا از کشته شدگان این هواپیما در این جلسه معاون دادستان در پاسخ به یکی از پدران داغدار گفته بود کشتیم، خوب کردیم که کشتیم. این جملات همراه شد با موج شدیدی از خشم کاربران در فضای مجازی که با هشتگ‌های غلط کردید که کشتید و از شما بیزاریم به معاون دادستان پاسخ دادند. حالا سازمان هواپیمای کشور میگوید در شب حادثه هماهنگی در اوج بوده و قرار نبوده آسمان کشور روی پروازهای غیر نظامی بسته شود. ادعایی که کاملا با صحبت‌های پیشین فرماندهی نیروی هوافضای سپاه مغایرت دارد. امیرعلی حاجی زاده قبلا گفته بود مصاحبه ایم با خود این اپراتور شده که خود ایشون داره اظهار میکنه که ما چندین بار درخواست کردیم که فضای کشور از پروازها متوقف بشه، یعنی اصطلاحاً میگن باید فضا کلیر بشه. در روزهای اخیر انتشار خبری از سوی شبکه CBC کانادا نمک دیگری شد بر زخم خانواده ها. بررسی یک فایل صوتی توسط نهادهای امنیتی کانادا، فایل صوتی که در آن صدایی منتسب به محمد جواد ظریف از احتمال عمدی بودن سرنگونی هواپیما میگوید. در واکنش به این خبر ظریف هرچند اصل فایل صوتی را جعلی خواند، اما تأکید مقامات بر بررسی همه احتمالات از جمله عمدی بودن آن را تایید کرد. این اظهارات ضد و نقیض مقامات و خبرهای منتشر شده که از احتمال عمدی بودن شلیک موشک به این هواپیمای مسافربری میگویند، خانواده‌های قربانیان را در تصمیم خود برای دادخواهی مصمم‌تر کرده است. حالا آنها میگویند در نبود عزیزانشان تنها یک انگیزه آنها را زنده نگه داشته و آن دادخواهی است. با عزمی راسخ و با روحای استوار و همبستگی عهد می‌بندیم که قاطعانه در پی دادخواهی بوده و لحظه‌ای از پیمان خود عقب‌نشینی نخواهیم کرد. آزاده شفیعی، ایران اینترنشنال.